یکی از ده‌ها شفاخانه خصوصی در مرکز شهر هرات. وزارت صحت‌عامه بخش بخش این شفاخانه را زیر ذره‌بین گرفته است. اضافه ستانی ها در قسمت فروش دارو، نبود امکانات کافی معیاری از مشکلات اصلی شفاخانه های شخصی خوانده می شود. اشغال و یورش 20 ساله بود که برای ما تحفه به جا گذاشته که هر چیز ارهم برهم است. به خاطر سکتور خصوصی قانونی نداره. امارس ها یا استاندارد های حد اقل را اقلا جور نکرده بودند، ما جور کردیم. از سکتور خصوصی نظارت و ارزیابی به شکل درست صورت نمی گرفت. هر کس به دل خود جا جور کرده، شفاخانه را جور کرده. اکثر شفاخانه های ما داریم که در سکتور خصوصی که اقلا جواز ندارد، آنها فعالیت میکنند. هرچند شفاخانه های خصوصی بازوی توانمند سیستم صحی دولتی است، اما سال هاست که مردم از اضافه ستانی در قسمت فروش دارو و انواع آزمایش ها در این بخش شکایت دارند. وزارت صحت عامه می گوید در دو دهه گذشته نظارت اساسی از این شفاخانه ها وجود نداشته است. تقریبا دو سه ماه میشه که به بررسی آمدیم، ولی انشالله که معلوم میکنیم چه تعداد، ولی تعداد معدودی است که ما اونا رو بررسی کردیم بدون جواز و چی فعالیت میکنن. و یک تعداد از دکترای ما هم هستن که اونا هم بدون جواز اینا فعالیت میکنن، مریضا رو اوپیدی میکنن، نسخه میدن اینا. انشالله ما در بررسی از اونا هستن. به تازگی کمیته ملی نظارت از بخش های صحی خصوصی و دولتی در هرات ایجاد شده است. قرار است این کمیته تمام شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی و دولتی را ارزیابی کنند. مردم نیز خواهان نظارت جدی از بخش های صحی هستند. متاسفانه وقتی که در کلینیک ها مراجعه میکنید، دوا یک نرخ ثابت نداره. مثلا یک پاکت تابلت قبلا بوده 10 افغانی، حالا است مثلا 30 افغانی. دولت باید نظارت کنه، کنترل کنه، به مشکلات مردم باید رسیدگی شود. اول مرجعی که دارو به کشور وارد میکنه نظارت شه، بعد شفاخانه دولتی. وقتی که شفاخانه دولتی رقابت کنه با شخصی، ما خوشنود دارم که بیام 10-20 هزار افغانی بودم و شخصی عملیات کنم. بر اساس آمارهای اداره صحت عامه هرات، طی دو دهه گذشته حدود 70 شفاخانه خصوصی در این ولایت ایجاد شدند. وزارت صحت عامه هشدار داده است در صورتی که این شفاخانه ها معیارهای لازم را رعایت نکنند، بسته خواهند شد.